سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. متاسفانه لحظاتی پیش خبری در رابطه با فرزاد فرزین تمام دوستداران او و اهل هنر رو شوکه کرد. قبل از شروع از همتون درخواست داریم برای سلامتی اون دعا بکنید. در ادامه به مختصری از بیوگرافی فرزاد فرزین و شرح این اتفاق پرداختیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. فرزاد فرزین متولد سوم تیر ماه 1360 در تهران، خواننده، آهنگساز و بازیگر. فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد تهران که از کلاس سولفژ کارش شروع کرده و حالا در کنار خوانندگی وارد عرصه هنرپیشگی هم شده. پدرش مشاور وزیر سابق راه و ترابری و مادرش از کارمندان ثبت احوال بوده که سابقه ریاست هم داره. فرزاد تنها یه خواهر بزرگتر از خودش به نام نیلوفر داره. 2 ساله بوده که خانوادهش برای خواهرش که کلاس پیانو میرفته کیبورد میگیرن. جالبه که اجازه نمیدادن دست به کیبورد بزنه چون کوچیک بوده و خرابکار، اما پدر و مادرش کم کم متوجه میشن که فرزاد هم باید به کلاس پیانو بره. در 13-14 سالگی با علاقه زیاد آهنگ‌های دیگران رو می‌زده. چند تا آهنگ هم بلد بوده، اما همیشه موزیک رو برای خودش می‌ساخته. در نهایت برای ورود حرفه‌ای برای این عرصه کلاس سولفژ رو به صورت خیلی فشرده زیر نظر سروش عازمی، نوازنده ویولون در ارکستر ملی می‌گذرونه. فرزین به صورت مبتدی از سال 1376 در سن 16 سالگی وارد موسیقی میشه، تا اینکه به صورت حرفه‌ای از سال 80 وقتی 20 ساله بوده وارد گروه موسیقی کروز میشه. در این گروه تا مدتی به عنوان آهنگساز حضور پیدا میکنه، تا اینکه بعد از جدایی مشغول فعالیت مستقل میشه و در نهایت سال 83 اولین آلبوم خودش رو به نام شراره منتشر میکنه که با استقبال خوبی هم مواجه میشه. اولین بار در سال 1385 وقتی 25 ساله بود در فیلمی به نام پسران آجری به کارگردانی مجید قاری‌زاده در نقش یک خواننده بازیگری رو تجربه کرد. بعد از چند تجربه در تلفیلم‌های مختلف با حضور در سریال عاشقانه در سال 95 به کارگردانی منوچهر هادی در 2 نقش استعداد خودش رو به نمایش گذاشت. فرزاد در سال 98 در سریال مانکن حضور موفقی رو تجربه کرد و در سال 99 هم در سریال ملکه گدایان و گیسو دوباره در نمایش خانگی حضور پیدا کرد. یه بارم تجربه ممنوع‌الکاری داشته. به گفته خودش ماجرا از این قرار بوده که وقتی با شبکه MITV کار میکرده و اون شبکه هنوز مجوز داشته، وقتی مجوز شبکه لغو میشه بهش میگن برو و کلیپاتو از شبکه بگیر، اما این کار با وجود تلاش هاش شدنی نبوده. دستن در کاران کانال MITV در آلمان کار میکردن و تمام فکر و ذکرشون شبکهشون بوده. به همین خاطر از سال 84 تا 87 فرزاد فرزین ممنوع‌الکار میشه. فرزاد در سال 90 وقتی 30 ساله بود با خانم شیوا کاکاخانی ازدواج کرد. در دوران مدرسه خیلی بازیگوش بوده، به طوری که کل مدرسه از پسش بر نمی اومدن. حالا هم دوست نداره دوباره متولد بشه چون علاقه به این که دوباره به مدرسه برگرده نداره. اصولا هم اهل کتاب نیست و بیشتر مجله و روزنامه میخونه. میگه بهترین صفت اخلاقی اینه که در کارم انتقاد پذیر و صبورم. البته درست که صبورم، ولی گاهی اوقات زود عصبانی میشم. البته در دلم چیزی نیست و با نیت قبلی حرفی رو به کسی نمیزنم. به فوتبال علاقه‌منده، پرسپولیسیه و در کنار تیم ایرانی طرفدار بارسلونا هم هست. میگه دوستان خوب پرسپولیسی زیادی مثل محسن مسلمان و رامین رضاییان دارم و علی کریمی از دوستانیه که همواره به من لطف داره. اصولا زیاد سفر میکنم. یه مکانی رو در شمال دارم که برای استراحت به اونجا میرم. برای سفرهای خارجی هم علاقه‌مندم به خیلی از مکان‌ها سفر کنم، از جمله آسیای شرقی به ویژه کشور چین و همینطور سفر به اروپا و آمریکا. اما در رابطه با علاقه‌مندیش به بازیگران و هنرمندان میگه در کار جدی بازی‌های خسرو شکیبایی رو خیلی دوست داشتم و بعداً پرویز پرستویی و در بازیگران طنز هم کلاً اکیپ مهران مدیری رو خیلی دوست دارم. اما یکی از مهمترین اتفاقهای عرصه موسیقی در نوروز امسال برگزاری کنسرت مشترک فرزاد فرزین و الیاس یالچینتاش خواننده ترکیه‌ای بود.
یالچینتاش از خوانندگانیه که در ایران طرفدارای زیادی داره. چند باری هم زمزمه برگزاری کنسرت این خواننده ترکیه‌ای در ایران شنیده شد تا بالاخره در سال 97 کنسرت او در جزیره کیش برگزار شد. امشب قرار بود کنسرت مشترک الیاس یالچینتاش و فرزاد فرزین در استانبول برگزار بشه. کنسرتی که از ساعت 20 در سالن تیم شو سنتر استانبول روی صحنه می‌رفت. فرزاد فرزین اما توان حضور در این کنسرت رو نداشت. فرزین از چند روز پیش برای برگزاری این کنسرت به استانبول سفر کرده بود. اطرافیان این خواننده میگن فرزاد فرزین از 2 روز پیش دچار بیماری شده که حاصل اون ضعف شدید بدنیه. اون به بیمارستان منتقل شده تا تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیره. اما الان خبر رسیده که اوضاع این خواننده ایرانی تعریفی نداره و به احتمال زیاد نه تنها امکان حضور در کنسرت امشب رو نداره، بلکه به گفته بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی که در حساب توییتر خود نوشته سطح هوشیاری فرزاد فرزین خواننده پاپ تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و در استانبول تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته. خبر حاکی از اینه که فرزاد فرزین داره با کرونا دست و پنجه نرم میکنه و به این ترتیب کنسرتی که قرار بود به طور مشترک با حضور 2 خواننده ایرانی و ترکیه‌ای در شهر استانبول برگزار بشه تنها با حضور خواننده ترکیه‌ای به روی صحنه خواهد رفت. برای سلامتی فرزاد فرزین دعا کنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.